پانزدهم تیر ماه 1397 خورشیدی و ششم ژوئیه 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به چند موضوع به عنوان نمونه تا ببینیم بیدرایتی مسئولان جمهوری اسلامی در چه حدی است. یعنی این فقط مخالفت جمهوری اسلامی با غرب یا مثلا تحریما نیست که مملکت رو به اینجا رسونده. بیمسئولیتی و دزدی برای پر کردن جیب خانواده و اطرافیان و از همه مهمتر بیسوادی و بیدرایتی کسانی که حاکم بر این مملکت شدن از دلایل مهم این وضع موجوده. پیش از اینکه وارد برنامه امشب بشیم یه توضیح باید بدم درباره تقدیمی هفته گذشته که ویدیوی پخش کردیم در تقدیمی از آیت الله علم الهدا نماینده خامنه‌ای در مشهد. بعد از پخش برنامه چند تا از کاربرا اصل ویدیو رو برامون فرستادن، انتقاد کردن که چرا از صحبت‌های علم الهدا فقط بخشیش پخش شد. اصل ویدیو رو که دیدیم فهمیدیم که انتقاد درستی است که دوستان کردن و حرف حسابم جواب نداره. بلافاصله ویدیوی تقدیمی هفته گذشته رو از شبکه مجازی حذف کردیم که دیگه این اشتباه گسترش بیشتر پیدا نکنه و به هر حال اشتباه ناخواسته بود که امیدوارم تکرار نشه. و اما تقدیمی این هفته مربوط است به این سر و صدایی که دولت راه انداخته درباره فهرست کسایی که ارز دولتی گرفتن. میبینین دیگه یه دو هفته یه رسانه‌های داخل و خارج پر است از این فهرست، روش بحث میشه و فلان. جنس ثبت نشده یا نامربوط وارد کردن با ارز دولتی به قیمت بسیار گرون ریختن تو بازار. اعتراضات علیه وضع موجود باعث شده آقایون بیان مثلا تقصیرکارای وضع موجود رو معرفی کنن. منتها تو همین نمایش معرفی تقصیرکارا یکی از وزرای همین دولت روحانی ساز مخالف میزنه. کی؟ محمد شریعت مداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت. چهارشنبه هفته پیشتر روحانی دستور داد وزرای دولتش فهرست کسایی که با سفارش و ثبت وزارتخونه تحت مسئولیتشون، چون همه وزارتخونه ها مربوط نمیشه به این قضیه، اینا ارز دولتی گرفتن، یعنی این وزارتخونه ها ثبت کردن، مسئول وزیر اینا ارز دولتی گرفتن، این فهرست رو منتشر کنن. محمد شریعت مداری مقابل دستور چهارشنبه شب روحانی ایستاد و اعلام کرد که بنای انتشار فهرست را ندارد. بماند که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و رسانه‌های حقیقی و مجازی ناگزیر به عقب نشینی شده و به رئیس کل بانک مرکزی برای انتشار فهرست نامه نوشت. سرانجام اینا رو نامه نیوز نوشته، من دارم براتون میخونم. شریعت مداری با انتشار فهرست مورد اشاره هم دردسر تازه ای آفرید. حذف نام مافیای خودرو و برندهای مشهور فقط یک سوی ماجرا بود از این فهرست و فهرست منتشر شده حکایت از تخلف‌های بسیار داشت. واردات کالاهای غیر ضروری، شرکت‌های ثبت نشده و کالاهایی که مربوط به حوزه کاری دریافت کننده ارز نبودند. یعنی این قضیه رو وقتی باد میزنی نتیجهش میشه اینکه فقط آقای محمد شریعت مداری از راندخاران در دولت حمایت میکنه، وگرنه بقیه دولت مطهرند. این ادامه همون شلوغ بازی در روی لیست و فهرست نمان ارز 4200 تومانی و این داستان هاست. حالا درباره محمد شریعت مداری میگم، یه خورده تقدیمی مقدمش طولانی میشه ولی اجازه بدین که لازمه واقعا. اول ببینیم که این کل این فهرست بازی که گفتم چقدر حق بازیه. رأس مافیای خودروی ما که الان هم تو دولت، خب در دولت رو گذاشتم بودن، اینها جالبن، چنزیستی هن اینجور آدم ها. هر دولتی با هر تفکری میخواد اصلاحات باشه، میخواد اصولگرا باشه، اینو جایگاه خودشونو داره. حالا من نمیدونم این چه رمز و رازیه که این آدما هستن. دقیقا قبل از این که بخواد سایت ها بسته بشه، یک مرتبه کسی که مثلا 500 تا 1000 تا حتی تا 2000 تا هم وارد کرده 4000 ماشین میاره تو عمرت میخوابونه، اینا رو میخوابونه. دقیقا چند روز یا شاید دو سه هفته قبل از بستن سایت میره ثبت سفارش شو وارد میکنه. سایت بسته میشه،
ماشینی رو که داشتن با اس ام اس شده، با تبلیغ شده، با جایزه گذشتن شده، نمیدونم با اقساط بدون بهره دادن شده، فروش نمیرفت. قبل از بسته شدن سایت آقا ثبت سفارشش کرد. با بسته شدن سایت ها خیلی بیش از اون چیزی که با افزایش حدود 30% قیمتی که متداول بوده وارد بازار کرد. یه کاری اینجوری فقط یک وارد کننده که اطلاع از همه موارد داشته و به موقع میره اصلا کاملا برنامه‌ریزی عمل میکنه، یه چیزی بین 250 تا 350 میلیارد سودش داری حرکت میکرد. خب این رانت نیست چیه؟ این رانت اطلاعاتی از سیستم نیست چیه؟ این سوء استفاده نیست چیه؟ کیم؟ آقای جهانگیری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال کسی نگردید، دوستتونه آقای گه که من دیگه مجرم میشم اگر بخوام اسم بگم کامل. آقای گه گرامی، احمد گرامی، که ایشون به جهانگیری میگه دوستتونه. فقط آقای گرامی نیست که خودش خارج دولته، ولی رفیقش معاون اول رئیس جمهوره. آقای گرامی هم یکی از وارد کننده های خودروی برند خارجی. محمد شریعت مداری که دیگه خودش وزیر داخل دولته، خودش یه پای مافیای واردات خودروه، اصلا خودش یه پا مافیاست. به همین دلیله که نمیخواد فهرست گیرندگان ارز دولتی برای واردات خودرو اعلام بشه. تازه یادتون باشه که مثلا از دی ماه 96 واردات خودرو بالای 40,000 دلار ممنوع شده بود، که حالا دیگه مثلا اعلام کردن کل هم اجمعین ثبت سفارش خودرو ممنوع. ببینید ماشینا رو وارد میکنن، توضیح دادین آقای کارشناس، ماشینا رو وارد میکنن، بعد واردات رو ممنوع میکنن تا ماشینای وارد شده با قیمت بالاتر فروش بره، بعد دوباره واردات رو آزاد میکنن. مافیاست این که حاکم تو مملکت دیگه. شیوه های اقتصاد ناب محمدی. رئیس دولت به وزراش میگه اسامی گیرنده های ارز دولتی رو اعلام کنین. وزیر صنعت میگه مال خودرو رو اعلام نمی کنیم، چون کسایی که ارز دولتی گرفتن و خودرو وارد کردن و گرون فروختن و چیزهای دیگه مثل نخود لوبیا هم شاید وارد کردن و گرون فروختن، چون اینا رو میگن دیگه. این آدم ها رو خودم به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت ثبت سفارش کردم، چجوری میتونم بیام بگم اینا کار خلاف کردن؟ تازه بخش از این خودرو مربوط به خود من و شاه عبدالعظیم و اینا، حالا خواهم گفت. میگه خودم براش جون جور کردم. حالا خودت کی هستی؟ من محمد شریعت مداری تو دو دولت رفسنجانی و دولت خاتمی وزیر بودم، الانم تو دولت روحانی وزیرم. مهمتر از اینا، مشاور ویژه بیت رهبر معظمم، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امامم و عضو هیئت امنای شاه عبدالعظیم که تولیتش با رئیس شهریه. اولین وزیر اطلاعات جمهوری هستم. 67% نمایندگی BMW در ایران با گردن کلفتی از علی نوریانی گرفتیم. حالا خودم ثبت سفارش واردات BMW میکنم به اسم شرکت فواد ری که مال شاه عبدالعظیمه. خودم وارد میکنم، خودم میفروشم تو بازار. حالا از من میخواین که فهرست وارد کننده های خودرو رو که از ارز دولتی استفاده کردن منتشر کنم؟ به گزارش ایسنا، شاهکار مافیای بازار خودرو سال گذشته رقم خورد، جایی که با وجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو بیش از 6400 دستگاه خودروی خارجی به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد. قاچاق هم نیمده ثبت سفارش، همین وزیر ثبت سفارش شده، خودش ممنوع کرده بود. گفتم به چه دلیل. احمد نوریانی اولین وارد کننده BMW به ایران میگه از سال 2004 واردات BMW را به صورت محدود شروع کردیم. در آن زمان در جلسه‌ای که با مسئولان BMW در دبی برگزار کردیم، شخصی آمد گفت یک گروه ایرانی مایلن با شما درباره واردات خودرو گفتگو کنند. گفتند که از یک مؤسسه خیریه عام المنفع هستند، از آستان حضرت عبدالعظیم بودند. خلاصه با آقایان آشنا شدیم و آمدیم در تهران جلساتی را برگزار کردیم. 50% امکانات BMW را به آستان هدیه دادم، گرفتن ازش دیگه، و
و قرار شد آقایان بیایند روی این کار سرمایه گذاری کنند و ما دیگر نرویم سراغ منابع بانکی که در نهایت هم سرمایه آنطور که باید نیاوردن و با استفاده از تسهیلات سیستم بانکی خودروها را وارد کردیم. یعنی چی؟ یعنی نوریانی با تسهیلات بانکی، با وام بانکی که خودش میگیره وارد میکنه، سودش 50-50 میشه. 50 تاش خودش برمیداره، حالا من هم بهش میدن یا نه، میدادن یا نه، 50 تاش هم میدن به گردن کلوفتای، یعنی کیا؟ گردن کلوفتای حکومتی، چون گردن کلوفتای غیر حکومتی هم کم نداره، یعنی رئیس شهری و همین محمد شریعت مداری وزیر رو. خب ادامه صحبت نوریانی. چند وقت پیش، یعنی بعد از اینکه 50-50 شد، چند وقت پیش آقایان آمدن گفتن چون میخواهیم روند برنامه ریزی ها را راحت، روند برنامه ریزی ها راحت تر صورت گیرد و آستان بتواند مستقلن تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند، لازم است بخش دیگری از سهام را بدهید، همینجوری بدهید. گفتم چند درصد؟ گفتن اگر 17% دیگر بدهید میتوانیم مشکلات را برطرف کنیم. این میزان سهام را هم واگذار کردم و در حال حاضر 33% سهام مربوط به مؤسسه نوریانی و 67% مربوط به آستان شابدالعظیم است. بله، تقدیمی امشب به محمد شریعت مداری، عضو هیئت امنای آستان عبدالعظیم و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی. آقا یکی بیاد بپرس واقعا این ماشینا از کجا اومده، داره به کجا میره، خدا وکیلی ارادت داریم. خوبی آقا واقعا بیاد بپرس، اگه ممنوعه خب برای همه ممنوعه، اگه ممنوع نیست که بعد جوابگو همه باشن. آره درست صاحب، بالای 40000 تا انکس، بالای 40000 تا نمیدونم رفت تا آخر داده ماشین، واقعا اینا مالی کیه؟ یکی بعد واقعا جوابگو باشه، هیچ کی اینجا جوابگو نیست، واقعا جوابگو نیست. بیا آقا این شهر، این شهر مسئولش بیام میگم الان کی با جوابگو، ما این همه وارد کننده بوشهری، این همه همه کاراشون خوابیده، واقعا کسی نی جوابگو باشه. شما تا آخر نگاه کن، بگیر واقعا شما نگاه کنین چه فرقی داره ما با واقعیه. یکی واقعا بگوشه مسئولین برسونه که مردم توجه کنن، واقعا همه مردم گرفتارن. بالای 2000 تا ماشین تو گمرک بوشهر خوابیده، ترخیص نمیشه. بعدی نمیدونم مال آقازاده هاست، مال کیه، میان اینجا ترخیص که برن رو بوشه رو میبرن ساعت 3 شب، اگه واقعا قانونی برید ساعت 3 شب. بله دزدکیه دیگه، ساعت 3 شب خروج میکنن که کسی متوجه نشه. 18 اسفند 1393 آیین الحاق نافشکن فوق پیشرفته جمهوری اسلامی ایران دماوند مجهز به تجهیزات روز دنیا، همکنون در اصل ناوگان شمال و منطقه چهارم دریای ارتش در انزلی در حال برگزاری است و همکنون امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حال سخنرانی است. مراسمی که با حضور سردار سرتیپ پاسدار، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است و به صورت رسمی نافشکن جمهوری اسلامی ایران دماوند به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ملحق میشه. نافشکن جمهوری اسلامی ایران دماوند مجهز به سامانه جامع مدیریت نبرد و جنگ الکترونیک هست و قابلیت حمل بالگرد رو هم مانند نافشکن جمهوری اسلامی ایران جماران دارا هست. کمتر از 3 ماه بعد، 20 دی ماه 1396، کمتر از 3 سال بعد، ناو نیروی دریایی خورده به سنگ. یا ابوالفضل، خدا خودش کمک کنه. وا یا امام حسین، یا امام حسین، یا ابوالفضل. بله این همون ناوشکن یا ناوچه دماوند بود. کمتر از 3 سال بعد دچار این حادثه شد. هیچ انعکاس رسانه‌ای در نظام مقدس پیدا نکرد. هیچ کدوم از مدیرا و امیران این نظام هم براشون مهم نبود که فوری باید این ناوچه تعمیر بشه.
اصلا کسی دنبال سرنوشت این دومین ناوچه گران قیمت ایران نرفت. بعد از 18 روز هم که این ضربه بود که همون موقع بعد از در 20 دی 96 خورد، کمتر از 3 سال گفتم، بعد از 18 روز هم کامل غرق شد. بله ناوچه یه داره غرق میشه دیگه، میبینیم فیلمشو. ناوچه گران قیمت دماوند دومین کشتی جنگی کلاس موج جمهوری اسلامی بعد از جماران بود و رسما از 18 اسفند 93 به خدمت ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی جمهوری اسلامی در آمده بود. این ناوچه کاملا غرق شد، آنگونه که تصاویر منتشره نشان میداد. ببینین اینو نشریات جمهوری اسلامی نوشتن، میگه آنگونه که تصاویر منتشره نشان میداد ناوچه دماوند در حالی در کنار موج شکن متوقف شده بود که بخش های زیادی از آن زیر آب رفته بود. تصاویری که به رغم انتشار آن مسئولان نیروی دریایی کشورمان از جزئی بودن آسیب های وارد آمده به این کشتی جنگی 100 متری خبر میدادند و مدعی بودند آسیب های وارد قابل جبران است. از جمله این مسئولان امیر دریادار، امیر رستگاری، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع بود. همون موقع روزنامه ایزوستیا، روزنامه روسی و بیشتر نشریات روسی درباره این حادثه نوشتن تو دریای خزر اتفاق افتاده بود و دومین ناوشکن مهم و بزرگ ایران بود. با تعجب نوشتن که چرا این ناوچه رو از آب بیرون نمی کشن و تعمیرش نمی کنن. من یک نمونه کوچیک براتون میخونم. روزنامه ایزوستیا نوشت با توجه به تصاویری که در روزهای اخیر از وضعیت ناوچه دماوند منتشر شده، این شناور ایرانی نه تنها از میان سنگهای موج شکن بزرگترین پایگاه نیروی دریایی ایران در بندر انزلی بیرون کشیده نشده، بلکه آشکار است که بخشهای زیادی از بدنه آن به زیر آب رفته است. هر روز میرفته پایینتر دیگه. روزنامه ایزوستیا در کنار دیگر رسانه‌های روسی همچنین مدعی شد که شکستگی آشکاری در قسمت پد بالگرد دماوند دیده می‌شود که ممکن است سبب شود ایران جدیدترین محصول صنایع نظامی دریایی خود را که با شماره بدنه 77 در دریای خزر مشغول به خدمت بود از دست بدهد و از دست داد. برای شما اهمیتی نداشت که از این حادثه به این مهمی حتی یک گزارش خشک و خالی هم تو صدا و سیماش پخش کنه. هیچ کس هم درباره دلیل غرق ناو دماوند صحبت نکرد و هیچ کس مسئول این بی‌لیاقتی و بی‌مسئولیتی و غرق شدن ثروت ملی با پول مردم اینا از ساخته میشه دیگه، هیچ که شناخته نشد، کی مسئوله؟ مردم هم که هیچی نمیدونن از این ماجرا. وقتی اخباری منتشر نشه، حوادث منعکس نشه، خبرش تو مملکت، صدا و سیما که دست خودشونه بود، داریم میبینین مردم هیچی از این ماجرا نمیتونن. همونطور که حتی نمیدونن سهم کشورشون از دریای خزر اصلا چقدره. 21 آذر 96 درباره سهم کشورها تا کنون 49 جلسه در سطح معاونان وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده. اینا مال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی. وزیران خارجه نیز تا کنون در 7 جلسه در این باره گفتگو کردند. اما درباره میزان آنچه از این جلسات متعدد در اختیار رسانه ها قرار گرفته باید گفت هیچ. در این آفتاب زده ها نشریه های خودشون، در حالی که موضوع خزر به نوعی بحث خاک کشور است، مردم حق دارند بدانند سهم ایران از دریای خزر چه میزان است. ببینید سهم ایران در دریای خزر یه موقعی 50-50 بود بین ایران و اتحاد شوروی. حالا صحبت 11% برای ایران. فقط صحبتش هم هست. چقدر مهمه برای جمهوری اسلامی که کل خزر از دست بره یا نره. حالا ناوچه دماوند یک پشه در اقیانوس گیرم مجهز بود و جنگی بود و بلا و چی و فلان. بابا کل آبهای جنوب ایران و جمهوری اسلامی اجاره داده. این عوض آبهای شمالیش، از عوض آبهای جنوبیش اجاره داده. چی داریم میگیم ما درباره دریای خزر؟ یه که صحبت حاج سعید قاسمی رو بشنوید که حتما میشناسینش، از فرمانده های سپاه تو جنگ ایران و عراق بوده، خیلی آدم پر سر و صداییه و جزو کسایی است که همچنان خیال بافانه به ولایت خامنه ای و حکومت مستضعفین و عدل اسلامی و این چیزا معتقده. بشنو. راستچی ها از مینا تا چابهار توی همین چند ماه قبل حداقل حق ماهیگیری نداشتن. حق ماهیگیری دادن به کی آقا؟ چینی ها. ببین میدونه داستان.
چینی ها آمدن با دستگاه های پیشرفته، حالا اینکه این امتیاز به کی داده شده و اینها دفتر و دسته که اینها کجاست، اینها این امتیاز به کی داده شده بماند، دارن کل کف دریا رو وکیوم میکنن مثل جاروبرقی. ماهی با تخمش، این یعنی این که ماهی گیر بندر عباسی تا چند وقت دیگر دیگر اصلا از ماهی خبری نیست. بچه قشمی باید بره قاچاق گازوئیل، بچه هرمزگانی باید بره تو دریا کشته بشه و از قبلش بازار دلفین و دو ستاره و هشت ستاره و اینها. بله متوجه شدیم قضیه را جویا شدیم، روزنامه نگارا رفتن دنبال قضیه، متوجه شدیم کسایی که شنیدن این صحبت رو، متوجه شدیم که چندی پیش دریا را با ماهی هایش به چینی ها با چهار کشتی بزرگ ماهیگیری اجاره داده اند و آنها به سمت ماهیگیران ایرانی تیراندازی کردند. بعد مسئولان مثل همیشه تکذیب میکنن، همیشه اتفاقی نیفتاده. 11 فروردین 97 هادی اخشناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت ورود کشتی های ماهیگیری چینی به قشم کذب محض است و هیچ کشتی ماهیگیری خارجی نمیتواند وارد آبهای ایران شود. سازمان بنادر و دریانوردی خبر تیراندازی به صیادان ایرانی را از جزیره قشم پیگیری کرد. این خبر تایید نمیشود و چنین اتفاقی رخ نداد. اینقدر قضیه مافیاییه و میگم خبری هم که وجود نداره. جمهوری اسلامی که هیچی اصلا نمیگم، اینقدر قضیه بسته و مافیایی است که کسی حاضر نیست دربارش حرف بزنه. قرار داده هم که دولت میبنده که علنی نیست که. بعد روزنامه شرق بالاخره میره سراغ سازمان شیلات کشور و معلوم میشه هادی حقشناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی دروغ گفته. مختار آخوندی معاون سید در سازمان شیلات میگوید مشارکت هایی وجود دارد که بر اساس قانون جمهوری اسلامی چند شرکت ایرانی با چینی ها مشارکت کردند که 51% مالکیت برای ایرانیان، 49% برای چینی ها. روش مشارکت اینها هم اجاره به شرط تملیک و مدت اجاره هم 3 ساله است. محصول ایرانی است، پرچم ایران بر این کشتی هاست و به دلیل اینکه ایرانی ها کشتی نداشته اند از چین خرید کردند. حدود 30% از 50 شناور موجود در دریای عمان به این شکل و با مشارکت چینی ها اداره می شود. یعنی همش مال چینی هاست. بعد قضیه خود علنی تر میشه. اینا گام به گام که اومدن جلو. محمد اسماعیل 17 اردیبهشت 96 ماه بعد. محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس. صید ماهی توسط صیادان چینی در آبهای ایران انجام می شود. به صیادان ایرانی مجوز صید داده نمی شود. می دونین که بیش از 500,000 نفر فقط در جنوب ایران تنها و تنها درآمدشون از صید ماهیه. یک نمونه، رضا یه آقایی اهل قشم است، گزارش ازش تهیه شده، این روزها به تهران آمده تا دختر بیمارش را در بیمارستان های پایتخت مداوا کند. او شغل اصلیش ماهیگیری است، همونطور که پدر و پدر بزرگش ماهیگیر بودند، همونطور که همه همسایگانش و بسیاری از اقوامش از راه دریا روزی میگذرانند. او میگوید اسفند ماه 600,000 تومان هم درآمد نداشتم، برای خرج و مخارج بیمارستان از دوست و آشنا قرض گرفتم. قدیم ها 7 سر آله را پدرم از راه دریا و ماهیگیری نان میداد، حالا من از پس مخارج همین یک دختر بر نمی آیم. از وقتی چینی ها آمدن دیگر اوضاع ماهیگیران ایرانی خراب شد. البته فقط چینی ها نیستند، این روزها هندی ها هم آمده اند. نمی دانم چرا برای کار کردن به خلیج فارس می آیند. البته می گویند شریک ایرانی دارند و مالک کشتی های صیادی ایرانی هستند. 30,000 خانواده در استان هرمزگان و 34,000 خانواده در استان خوزستان از راه صیادی زندگی میکنند. این آمار رسمیه، هیچ منبع درآمد دیگری ندارند. اینجا خلیج فارس ایران است، دریایی که سخاوتمندانه با آبزیانش معیشت بومی های جنوب کشور را تامین میکند.
ماهی و میگو اصلی ترین صید این ماهیگیران بندری است که با روش های مختلف صیادی می کنند و بدون هیچ آسیبی برای محیط زیست نان به سفره می برند. بنده قلومش الله بده خلیج فرس خیر و برکت. اما این داستان روی دیگری هم دارد. این روزها انگار خلیج همیشگی فارس به اجاره چینی ها در آمده تا با پیشرفته ترین نوع صیادی کف دریایمان را جارو کنند و غذای مورد علاقه چشم بادامی ها را تامین کنند و تور صیادان ایرانی را خالی بگذارند. پشت این پرده دستون خیانتکار زیاده ها که نقشه بر ایچه ها که آقا کار از مردم بگیره، نه تنها دیتار ناده این کاری که شاه از مردم نگفتن. متاسفانه این کشتی های چینی برای نابودی زیست بوم منطقه مجوز شیلات ایران را هم دارند، اما این سازمان زیر بار نمی رود. نه من اینم قبول ندارم. ما شناوری که میاد اسناد و مدارک باید ارائه بده. اسناد و مدارکی که ما از شناورهایی که احراز هویت شدن تماما ایرانی هست. یعنی اول خارجی هم بعضن بودن. اونتا اومدن بر اساس قوانینی که ما داریم مبادرت به تغییر پرچم دادن و پرچم جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن. کشتی هایی که خارجی هم اومدن. بلعکس کشتی های چینی. خب اومده این کشتی چینی طرف اومده سه ساله مثلا به بعضی از این افراد که افراد هم خواستن، یعنی افراد نور چشمی خواستن اومدن به اونها اجاره دادن و بعدم اجاره سه سال خودشون رو گرفتن و رفتن، یعنی سودشون اونا بردن. و اینجا بس بر اساس اون مشکلاتی که الان صیادان ما دارن به ما مراجعه کردن و بارها مراجعه کردن و دیدنم چه بگیم از هر جای بگیم کم گفتیم که صیادا صدها نفر، هزاران نفر صیاده های جاسک، سیریک دادشون بلنده که به هم طولی نمی کشه نسل مایی از بین می برن. ببینین ماهیگیری در آبهای جنوب کشور دست شیلات. شیلات دست کیه؟ دست وزارت جهاد کشاورزی، یعنی سپاه. وزارت جهاد همیشه دست سپاه بوده. انحصار همه کنسرو ماهی و خاویار کشور دست شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزیه. رئیسش مشاور وزیر جهاد کشاورزیه. اون حاج سعید قاسمی بی خود زجه میزن علیه دولت روحانی. دولت روحانی و سپاه، اصلا دولت و سپاه اگه دستشون تو دست هم نبود که نمیتونستن دریای عمان و اطراف قشم با ماهیاش اجاره بدن به کشورهای دیگه، علنیش هم نکنن، فقط گزارششو بدن به ولی امر مسلمین جهان. بذاریم براتون بخونم سریع. کرب درباره تولید طلا در ایران. کرباسیان معاون وزیر صنعت و مدیر عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن میگوید از نظر تولید سالانه طلا چین، استرالیا، روسیه، آمریکا، پرو رتبه های اول تا پنجم در دنیا هستند. در خاورمیانه ترکیه سالانه 31 تن طلا، مصر 12 تن طلا و عربستان 5 تن طلا تولید می کند و ایران با تولید 3 تن طلا مشابه تاجیکستان در رتبه آخر است. خب طبیعی رتبه آخر، تو همه چی رتبه آخر، لاقل توی صنعت و معدن و فلان. حالا اگه رتبه اول بود چی می شد؟ چه فرقی میکرد واقعا برای مردم؟ حسابای بانکی و املاک اولیای امور هی بیشتر میشد، به حال مردم چی داشت؟ مگه همین الان ایران اولین کشور جهان از نظر ذخایر گازی جهان نیست و دومین کشور جهان از نظر ذخایر نفت نیست؟ به مردم چی رسیده؟ این وضع خوزستانه. آمارهای رسمی جمهوری اسلامی میگه نزدیک به نیمی از جمعیت کشور 80 میلیونی ایران زیر خط فقر زندن. فقط با اون همه ثروت طبیعی. ببینین این مختصر رو عرض کردم تا به این نتیجه برسم که اگه میخوام گزارش بدم که به نوعی مربوط میشود به تولید طلا در کشور، برای افشا کردن بی‌لیاقتی کسایی است که به عنوان مسئول مملکت دارن حکمرانی میکنن، نه اینکه تأسف بخورم که حالا چرا جمهوری اسلامی نمیتونه از ثروت‌ها و ذخایر بومی و ملی ایران استفاده کنه.
بله بی‌لیاقتی که میگم درباره همین تولید طلا که در جهان رتبه آخر رو داره ایران، بنا به گفته یکی از کسایی که زندگیشو به این کار گذاشته، میتونست تولید طلا در ایران جای تولید نفت و حتی برای تامین هزینه‌های کشور بگیره. آقای اسماعیل سلیمانی متولد 1349 مبارکه اصفهان، دو بار ایشون در 13 سالگی تا 16 سالگی رفته جبهه، به عنوان بسیجی شناخته میشه، چون رفته تو بسیج و از طریق بسیج رفته جبهه. ایشون میگه در معادن طلای معدود ایران از یک تن خاک 1 تا 2 گرم طلا میگیرن، که یا دروغ میگن یا دروغ میگن. ایشون معتقد از اینا دروغ میگن که 1 گرم، چون تو تحقیقاتی که یه مقدار روی این موضوع اجباراً من میکردم دیدم تا 4 گرم طلا هم در معادن در معدن طلای اطراف سنندج و در آذربایجان غربی به دست آمده، تا 4 گرم هم به دست آمده به هر حال، ولی رسما اینو اعلام میکنن که 1 گرم طلا از خاک میتونن بگیرن، خاک معادن و اطرافش و اینها. به هر حال آقای اسماعیل سلیمانی میگه من از هر تن خاک 14 گرم طلا میگیرم و این ادعا رو در آزمایشگاه‌های مخفی سپاه ثابت کرده، بررسی شده، نتیجه تایید و اثبات شده. دارین میبینین این مال شرکت صنایع هواپیماسازی ایرانی که یه اسم، فقط مرکز آزمایشگاهی تحقیقاتی صنعتی و کالیبراسیون مال حساس مال سپاه، شرکت صنایع هواپیمایی، و در اینجا آزمایش شده. اگه یه بار دیگه این سند رو نشون بدیم من سریع بگم که بعد بریم سراغ گفتگو با آقای سلیمانی. همین سند، ببینین آنچه که در نتایج آزمون بر روی نمونه های ارسالی به شرح زیر می باشد، نمونه خاک که حالا خاک هر جا رو کاری نداریم نمیخوایم بگیم، و ببینین در آنالیزی که شده مواد کانی که هست، گوگر، سرب، آلومینیوم، کلسیوم، کربن، طلا، آهن، قلع، مس، روی، توی تمام اینها 14 گرم طلا در آمده است. خب از این 14 گرم طلا، اینجا تفسیرش هم نوشته، به ازای هر تن خاک میزان 14 گرم طلا در خاک موجود است، که مثلا بالای 500 گرم گوگرده، بالای 600 گرم سربه، نزدیک 2 کیلو آلومینیوم، نزدیک 6 کیلو کلسیم، بالای 6 کیلو کلسیم، به هر حال 14 گرمش طلاست. این نتیجه آزمایشی است که این یکی از نتایج آزمایش، حالا بقیه‌اش هم خواهید دید، که در آزمایشگاه سپاه شده. خب چرا دنبال نشده قضیه و چرا الان داریم صحبت میکنیم با ایشون؟ نه اونا آقای سلیمانی رو خودی دونستن که بهش امکانات بدن و از دانشش استفاده کنن، نه آقای اسماعیل سلیمانی سپاه و دولت رو خودی دونسته و بنابراین مناطقی رو که بهش فشار میوردن آقا به ما بگو اینا رو تو کجا پیدا کردی، مناطقش کجاست، این حتی سرمایه گذار براش مثلا معرفی میکنن توی یه دوره ای و از سپاه میبینه آقا جو اینا فقط میخوان ازش بپرسن که خاکی که تو میری روش آزمایش میکنی کجاست، اینم نمیرفته دیگه و کجا هاست که خاکشون یه همچین امتیازی داره، فاش نمیکنه براشون. آه من از خود ایشون داستان از اول بشنم. من همه زندگی ما ده ساله زندگی سلامتی بنابرچه خانواده سرمایه هر چی داشتم گذاشتم روی این طرف، بعد به نتیجه رسیدم 5 تا نامه که 5 تا نامه رسمی با شماره پیگیری برای آقای روحانی نوشتم، به وزارت خونه نوشتم، صنعت و معدن منو خواست، رفتم اونجا گفتن آقا این پیشنهادی که شما دادی منابعش کجاست، من خیلی عوض میخوام احمد ساده در اومدم گفتم این قبل از این فیلم ها بود که افشا بشه که خاک صادر میکنن و رسانه بشه، این صحبت مال 5 سال پیشه، گفتم این خاکی که شما صادر میکنید به بهانه کشاورزی، من از این خاک طلا میگیرم، خیلی راحت
از اونجا به من گفتن آقا بفرما توی این چیزا دخالت نکن و دیگه از اون روز به بعد جواب درست به من ندادن. اون تیکه ای که خاک فروشی و اشاره که کردن آقای سلیمانی رسانه‌ای شدن موقتشه همین اواخر که برای مثال حالا یکی شما براتون میخونم: هر تن خاک ایران 35 دلار بودو که حراجش کردم، این خاکو که میبرن بیرون چه استفاده هایی ازش میکنم؟ تا حالا شاید تصور میشد که خاک مرغوبی است برای کشاورزی مثلا، ولی با صحبت هایی که آقای اسماعیلی میکنه بعید نیست که بهره برداری هایی دیگه ازش بشه. حالا بذاریم بشنویم داستان چک و چونه زدن با مسئولان جمهوری اسلامی در مورد همین طرح از کی شروع شد؟ ببینید سال 93 اصفهان، استانداری اصفهان یه درخواست زده به صنعت و معدن که بیان از طرح من بازی. بعد از 3 سال، یعنی 96، بعد از 3 سال هیچ جوابی من نگرفتم. رفتم دو مرتبه اونجا، دیدم آقای مدیر کل شرماوره، من هیچی، من شهروند هیچی، تو مدیر کل بعد از سال نباید جواب تو را داده باشن. دو مرتبه 96 یه نامه زده اونجا، من نمیدونم توجه کردین رو نامه هست خدمتون. الان 1.5 سال دوباره من منتظر نشستم که حضرات بیان پیگیری کنن. ببینین نامه ها ایناست، من سریع این نامه ها رو خدمتتون بگم. بله، که نوشته است موضوع اعلام دستیابی به روش جدیدی از استخراج فلز طلا از معادن مربوطه به نحوی که میزان بهره برداری از معادن رو تا چندین برابر افزایش میدهد، خواهشمند است با عنایت به مراجعات مکرر نامبرده مقرر فرمایید. کارشناسان زیربط فلان 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 برای بررسی از وضعیت طرح و موضوع به محل اجرای طرح اعزام شوند. کی اینو نوشته؟ مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل مسعود صفاری پور نوشته است به رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان. سال 93. سال 96 محسن ایروانی مدیر کل مال اداره سازمان صنعت و معدن می نویسه به رئیس محترم سازمان صنعت و معدن، دوباره میگه بازی در طرح آقای سلیمانی. 3 سال بعدها میگه، باز میگه که با عنایت به اعلام دستیابی ایشان به روش جدیدی از استخراج فلز طلا از معادن مربوطه به نحوی که میزان، بعد میداره همونو کپی میکنه، با عنایت فلان مقرر فرمایید چند نفر از کارشناسان. ببینید 3 سال بعد دوباره این اون نامه 3 سال پیش رو کپی میکنه دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل محسن ایروانی، 3 سال بعد دوباره میفرسته 96 این همون نامه رو که آقا برین نگاه کنیم این طرف داره چیکار میکنه. حالا این کارا رو هم میکنم به خاطر اینکه این آقای کارآفرین ایشون ول نمیکنه قضیه رو، سراغ همه رفته. ولی یواش یواش میگم تون براتون، البته باید بگم که زود برسیم به همه اینا. تو همه این مدت آیا به هر حال آیا از نظر مالی هیچ کمکی نشد؟ که نشد متاسفانه هیچ چی، تا هیچ چی توی چند سال من زندگی ما، سلامتی ما، خیلی عذر میخوام، اون جایی که جای تحقیقاتی بوده و من این کار رو انجام میدادم بیادبی نشه، جسارت نشه، یه شخص بیاد بره، قابداری بوده اونجا، طویله بوده، من تو طویله عمر و زندگی ما گذاشتم، کارگاه تحقیقاتی من اونجا بوده و من به یه نتیجه رسیدم. شما الان اگر سیج کنید یه معدنی که مثل معدن موته اون موقع که چیز بوده، من این نامه رو می نوشتم، این الان تو سایتش هم هست، مدعی بودن اینا که در تن 1 گرم در میارن، در تن 1 گرم. بعد از این منو به خود موته هم معرفی کردن، رفتم اونجا که به اصطلاح اینا چیز کنن، میگن آقا برو دفتر تهران دم کارخونه 1 تن خاک شما میدن، شما این خاک رو ببر روش کار انجام بده نتیجه شو. گفتم من سر انجام نداده بودم که نمیادم اینجا، بعدم باید شما ببینید من کار تحقیقاتی رو برای خودم هم. شما باید ببینید تایید میکنید یا نه. اونا رو هم جواب ندادم. بعد اومدیم رفتیم سراغ دولت با تفنگ معرفی کردن سپاه، قبل از این اومدن گفتن آقا برای شما اینی که مدعی باید یه به اصطلاح تست بدیم ما ببینیم تا
قبول کنیم. یه قراردادی نوشتیم با اینا، یه هزینه به ما دادن، یه تستی انجام دادیم که جواب تستم باز مال حساب بوده. دو تا خاکی که من معرفی کرده بودم، یکیش در تون 14 گرم بوده، یکیش 11 گرم. حالا ما کاری به این چیزیه که سند داره، مدرک داره، مربوط به خودشون هم هست، مربوط به حساب سازمان هوافضا سپاه هم اینجا اصطلاح چیزش هم اصلا هیچ رسیدگی هیچی که اصلا یه نفر اومد اینجا رئیس صنعت و معدن به اصطلاح خود هم شهرستان خودمون مبارکه که ایشون باز میخوام به اندازه یه برایی هم حالیش نبوده، اصلا نه سنگ رو میشناسی نه کلو. ببینین اسناد دیدین دیگه، به هر حال یکیش نشون میده که 11% ثابت شده است در آزمایشگاه سپاه و یکیش 14% از هر تن طلا کار ایشون. خب بله، حالا سوال، من وارد جزئیات نمیخوام بشم، بیشتر میشود گفت که خاک کدوم مناطق ایران این امتیاز رو داره که بشه ازش طلا در حد هر تن 14 گرم استخراج کرد؟ چون معادن طلا ایران بسیار محدود و معدوده تو شمال غربی ایران و همون اطراف اصفهان، در واقع طرف میمه هست و شمال غربی ایران و بخش از کردستان. بیشتر از این من لااقل دیگه نمیدونم. جناب علی عزیز، ما اگر توجه داشته باشید یه خاکی داریم از طرفای بروه کردستان، این خاک دارن به عنوان مساله ساختمانی از نظر ظاهری سبوکه، اینا رو دارن به عنوان مساله ساختمانی رو پشت بوما و برای زیرسازی اینا استفاده میکنن. درست تو مرکز این معادنی که هست یه شرکتی الان دست گرجستانی هست، اینا رفتن ظاهرن یه قراردادی بستن که حالا طبق شنیده ای که من از اهالی محل داشتم گفتن مثلا اینا قرارداد بستن این طلا را استخراج کنن، 20% اینا بردارن، 80% گرجی ها. اونا چون مدعی هم از این خواست مثلا یه گرم در میارن، من مدعی هم 14 گرم در میارم، متوجه؟ یعنی چندین برابر اونا. گفتم این پیشنهاد رو بدن مثلا که حالا اینا بیان به اصطلاح همکاری کنن، این روش رو پیاده کنن، یا بیان یه کارگاه جداگانه مثلا مشارکت کنن، از این دانش من استفاده کنن، یه کارگاه را بندازن که مثلا این یه گرمی که اونا در میارن مثلا من حداقل در صورت که بیشتر از اینا، من اگه توجه داشته باشیم اون نامه‌ای که نوشتم برای عزیز، اون موقع هم که تحریما بودن، درست به روز تحریم‌های قبلی گفتم اگر این طرح اجرایی بشه تا حدود زیادی نیاز به نفت بود و با توجه به منابع و معادنی که این مملکت هست از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان میشد، آقا این کارگاه‌های کوچک و بزرگی را اندازی کرد و مشکل بیکاری را خیلی کاهش داد با اندک هزینه. یعنی من یه برآوردی کرده بودم اون موقع قبل از این بلوچو، گفتم مثلا اگر حدودا اون موقع 3 میلیون هزینه کنی یه کیلو بلوچ در میاد، حدودا از نظر بودی که داشت اون موقع مثلا یه گرمش بود 100,000 تومن 30,000 تومن که هزینه می کردی یه گرم این بلوچ در می آمد، یعنی 3 میلیون هزینه کنی یه کیلوش در بیاد. خیلی مغرور نیست سر اینطوری نبوده، ولی متاسفانه هیچ. متاسفانه هیچ. بذارین من یه چند تا نامه که نشون میده آیه اسماعیلی چجوری قضیه رو پیگیری کرده نشون بدم، با هم یه نگاهی بکنیم. ببینین اردیبهشت بعد از یک سال که ایشون طرحو به نتیجه رسیده بوده، بعد از چند سال، میگه نزدیک 10 سال، 5-6 سال متمرکز کار میکرده و بعد در سال 93 میره طرحو ارائه میده به دولت که آقا جون بیایید من این کارو میخوام در واقع به شما بدم،
اردیبهشت 94 بعد از یک سال که این میره طرح ارائه میده، برای ایشون، برای آقای اسماعیلی، یه نامه میاد از اسرافیل احمدی رئیس سازمان صنعت و معدن تجارت. آقای اسماعیلی به ایشون نوشته من طرح دارم و امکانات و بودجه ندارم. بعد ایشون نوشته اگه پول داری بیا جلو. باورتون بشه. ببینید جناب آقای اسماعیل سلیمانی از بله وزارت صنعت و معدن و فلان نوشته در خصوص طرح ابتکاری جناب عالی جهت استخراج بازیافت طلا و کانی‌های مرتبط پیشنهاد می‌شود در صورت تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه جهت آگاهی از شرایط صدور جواز تأسیس مرتبط با فلان فلان فلان. بعد آقا یعنی آدم نمیدونه واقعا اینا کلهشون خرابه یا عمدن خودشون رو خنگی زدن. بعد آقای اسماعیلی میره سراغ خانم زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس. خانم سعیدی بعد از 6 ماه نامه میزنه به معاون محترم امور مجلس. 2 ماه بعد نامه تو وزارت صنعت و معدن پیگیری میشه. تازه بعد از 2 سال دوندگی میفهمن که بابا این آدم پول نداره طرح و اجرایی بکنه. من نمیفهمی اینا فقط نامه نگاری هست. میگم واقعا کپی و چسبوندن هیچ نتیجه ای نداشته. اردیبهشت 96 فرمانداری اصفهان نامه میزنه به اتاق اصناف شهرستان مبارکه، میگه به ایشون پروانه یه واقعا شرم‌آور ها. بعد از چند سال 93 تا 96 سه سال دویدن هر روزه ها، اردیبهشت 96 فرمانداری اصفهان نامه میزنه به اتاق اصناف شهرستان مبارکه، میگه به ایشون پروانه کسب در رسته جداسازی طلا از خاک بدین. انگار مشکل همین پروانه کسبه تو این چند سال. بعد آقای اسماعیلی میره سراغ سپاه، ول میکنه اینا، میره سراغ سپاه تو همون منطقه، میگه آقا من بسیجی ام، این یقه سفیدان به من امکانات نمیدن. شما که ادعا میکنین همیشه امکانات میدین فلان، اینا همکاری نمیکنن، شما همکاری کنین. بعد مرداد 96 فرمانده سپاه صاحب زمان استان اصفهان نامه میزنه به مسئول بسیج سپاه استان که به آقای اسماعیلی وام بدین. ببینین واقعا 80 میلیون جمعیت کجا گیر کردن. اومدن اصلا محبت کنن، وام بدین. تازه بعد که آقای اسماعیلی میره وام بگیری میبینه حتی 5 میلیون تومان وام هم بهش نمیدن. بابا ما برای خوراک روزانمون به مشکل برخورد، یعنی رو امروز با بدبختی چقدر هم میشه 10 سال یا عمره از این قرض کرد از اون قرض کرد. ما خیلی روزا به خدا آرزوی یه ذره دوغ میکنیم که اون موقع یا ما اصلا شاید بگم چند سال من نتونستم یکی رو گوش بگیرم که خونم بدارم از بعد از این کارایی که شده اون نامه نداری. من چقدر مغروب شدم تو این کار، چقدر گرفتار شدم، حتی کمیته امداد رفتم تهران گفتیم آقا این طرح نامه که به خود روحانی نوشتم، گفتم آقا این طرح و این پیشرفت و این اینا به همه به کنار، ما داریم از گرسنگی نمیریم. بعد چیز کردن رفتیم کمیته امداد، دیگه شرم‌آوره، متاسفم، البته اینا دلیل هم داشت. بعد تو کمیته امداد ما را نپذیرفت، گفت آقا شما راضی شدیم که به یه وام در 15 میلیونی، گفتم چون شما زیر کوچک نیستی به شما تعلق نمیگیره، حتی فرمانداری یه دفعه معرضی کرده بود از بهزیستی اومدن خونه زندگی مونو دیدن بهتری شرایطی که هستن فرماوره. حتی کار به جای رسید که فرمانداری اینجا 5 میلیون تومن وام، 5 میلیون، 5 میلیون بانک به من نداد، یعنی گفتن بودجه نداریم و عذر رو بهونه با اینا. من نتونستم 5 میلیون وام از اینا بگیرم. بله بسیار سپاسگزار از آقای اسماعیل سلیمانی. نمیدونم چی بگم، فرصت کمتر از یه دقیقه داریم، یه بار دیگه خوبه این دو نتیجه آزمایشو که دیگه سند غیر قابل بحث، ببینیم که این تاریخ ورود، تعداد نمونه قطعه 3 نمونه، تا
تاریخ ورود 23/10/96، تاریخ خروج 21/11/96، نام آزمایشگاه شیمی، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران مال سپاه، که نتیجه آزمون یکی از آزمایش ها، یعنی یکی از نتایج شده است به ازای هر تن خاک به میزان 11 گرم طلا در خام موجود می باشد. و در بعدی هم نوشته که 11 گرم رو دیدین، در بعدی هم به ازای هر تن خاک میزان 14 گرم طلا در خاک موجود می باشد. مسئول آزمایشگاه نام و امضا آقای رضا زارعان اگه اشتباه نکنم، و مدیر آزمایشگاه مهندس مسعود برزو، مرکز آزمایشگاه شرکت صنایع هواپیماسازی مال سپاه پاسداران. این نتیجه شایسته سالاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ثروت ملی ایران. بریم پرده آخر. وحی سوم به حورالعین فرمان داد خودتون را زینت کنید. آقایی که شما را از نورش خلق کردم آمده، به زیاد همدیگه بید، به همدیگه تبریک بگید. حورالعین خودشون را زینت کردن، آرایش کردن با اون زیبایی که در عالم دارن. حورالعین خیلی سفید و بلور و نورانی هند. حواست به منه؟ حدیث داریم یک موسا معانقه دست بهش بدی، گردن به گردن را میگن دست دادن یعنی مصافحه، گردن به گردن میگن معانقه، عنق، گردن به گردن. یک معانقه مؤمن وقتی گردنش رو میزنه به گردن حورالعین، 500,000 سال طول میکشه تا برداره. از دست ندید. آبنگ شب و روزگار خوش.